من برگشتم با قسمت چهارم خانش کتاب انگلیسی و کتاب سکرت این قسمت صفحه 27 هستم البته این جلدی که من دارم و میخوام یک کوت یعنی یک نقل قول از یک دکتر بخونم و میخوام یک جورایی نقدش رو هم که در واقع نویسنده این کتاب گذاشته آنالیزش رو هم بخونم خب بریم سراغ متن Everything that surrounds you right now in your life including the things you're complaining about you've attracted now i know what first blush that's going to be something that you hate to hear you're going to immediately say i didn't attract a car accident i didn't attract this particular client who gives me a hard time i didn't particularly attract a debt and i'm here to be a little bit in your face and to say yes you did attract it this is one of the hardest concepts to get but once you've accepted it it's life transforming خب بریم اول سراغ نکته هایی که توی این نقل قول بود اول از همه قضیه کاما رو میخوام بگم جمله اول everything that surrounds you right now in your life including the things you're complaining about you've attracted. خب معنیش یادم نره همه چیزهایی که الان دور شما رو گرفته همه اتفاقاتی که توی زندگی میفته برای شما شامل همه این چیزهایی که راجع به شکایت میکنین خودتون جذب کردین در واقع خودمون جذب کردین در مورد کاما بگم که فکر میکنم تو قسمت سوم بود که گفتم وقتی یک قسمت از جمله یک توضیح اضافه است ما بین دو تا کاما میاریمش و در واقع اون قسمت رو میتونیم بکشیم بیرون و به هیچ جای جمله هم بر نمیخوره مثل این Everything that surrounds you right now in your life you've attracted من میتونم including the things you're complaining about you بکشم بیرون و هیچ لطمه هم به جمله نمیخوره پس اگر میخوام توضیح اضافه بذارم داخل جمله بین دوتا کاما میذارمش و هر که بخوام اون وسط میارم البته باید خوب مربوط باشه now i know at first blush that's going to be something that you hate to hear at first blush بلاش معنی سرخ شدن و سرخ شدن از روی شرمگینی مثلا میگیم گونه های سرخ شده ولی توی این اکسپرشن معنیش اینه که توی همون نگاه اول یا توی همون نظر اول میدونم که همچین حرفی که زدم شما اصلا خوشتون نمیاد و متنفرین که همچین چیزی رو بشنوین که هر چیزی که پیش اومده خودتون جذب کردین و همچنین یه نکته دیگه توی این جمله کلمه ذات هست که میخوایم ببینیم به چی ارجاع داره و همچین جور سوال های خیلی توی توفل میاد توی آیلز خیلی میاد پس اینجا Now I know at first blush that is going to be something That چیه؟ اینکه Everything that surrounds you right now in your life you've attracted کل این قسمت کل این جمله اون دت هست نه قسمتی که including the things you're complaining about این هم میتونه شاملش باشه. اما مثلا اگه همچین سوالی توی گزینه‌ها دارین و فقط اون قسمت اصلی جمله هست اون جواب گزینه درسته you're going to immediately say i didn't attract the car accident i didn't attract this particular client who gives me a hard time i didn't particularly attract that خب در اینجا هم باید بگم که علامت کوتیشن همونطور که میدونی نشون میده که دقیقا این جملاتی هستش که ما امکان داره بگیم من که نخواستم تصادف پیش بیاد من که نخواستم مثلا فلان مشتری برای من مشکل ایجاد کنه یا باعث بشه که بهم به سخت بگذره من که نخواستم فلان قرض واسم پیش بیاد and i'm here to be a little bit in your face and to say yes You did attract it. و من اینجام تا یک کمی همچین تو روتون بلند شم to bit in your face همچین تو روتون بلند شم و بگم بله خودتون جذب کردین This is one of the hardest concepts to get but once you've accepted it it's life transforming این یکی از در واقع حقایق و چیزهایی که سخت بهش برسیم سخت درکش کنیم ولی زمانی که بهش برسیم و باورش کنیم زندگی رو از این رو به اون رو میکنه خب حالا که نکات این کوچ رو گفتم این نقل قول رو گفتم بریم یک پاراگراف هم آنالیز خود نویسنده کتاب سیکرت رو بخونیم Often when people first hear this part of the secret they recall events in story where masses of lives were lost and they found an incomprehensible that so many people could have themselves to the event. خب معمولا وقتی که مردم بار اول همچین چیزی رو میشنون اتفاقاتی توی تاریخ رو یادشون میاد که جون خیلی از آدما از بین رفت و در واقع همچین حرفی رو یکم نامفهوم میدوننش که مثلا خیلی خودشون خواسته باشن اتفاقات بد واسهشون پیش بیاد By the law of attraction they had to be on the same frequency as the event. بنا قانون جذب اون آدما باید فرکانسشون با فرکانس اون اتفاقای بعدی بوده باشه. It doesn't necessarily mean they thought of that exact event but the frequency of their thoughts matched the frequency of the event. لزوما معنی اینو نمیده که داشتن به اون اتفاق دقیق فکر میکردن نه اما فرکانس افکارشون با فرکانس اون اتفاق بد یکی بوده یعنی همش نشستن گفتن یه چیز بدی برای ما پیش میاد مایی که تو اینجا زندگی میکنیم قطعا فلان مصیبتها ها برامون پیش میاد قشنگ نشه صفحه کنن چه مصیبتی ها اما همش توی بس آمدی بودن که اتفاق بدی قراره پیش بیاد. If people believe they can be in the wrong place at the wrong time and they have no control over outside circumstances, those thoughts of fear, separation and powerlessness if persistent can attract them to being in the wrong place at the wrong time. اگر مردم باور کنن که همیشه در زمان اشتباه در جای اشتباه هستن و هیچ کنترلی روی اتفاقاتی که دورورشون میافته ندارن این افکاری که افکار ترس جدایی این اف... افکاری که فکر میکنن هیچ قدرتی ندارن اگر همیشگی باشه همه این جاهای بد بودن در مواقع اشتباه بودن رو براشون جذب میکنه این معنی بود که من در واقع سعی کردم تحت لفظی نباشه ولی چیزی بود که الان تونستم همین الان بگم به طور خلاصه بخوام بگم اگر مردم به طور همیشگی فکر کنن که همیشه داره اتفاقات بد پیش میاد همیشه نمیتونن کنترل کنن چی داره براشون پیش میاد فکر, نک... فکر کنن که دیگه همه چیز از کنترلشون رها شده این باعث میشه که واقعا این پیش بیاد واقعا همه چیز از کنترلشون رها بشه و همه چیز بد براشون پیش بیاد این لب کلام این پاراگراف بود بریم سر جمله دوم By the law of attraction they had to be on the same frequency as the event این کلمه یه they به چی ریفر داره؟ به پیپل جمله قبلش اما دو تا پیپل توی جمله قبلی بود اول داریم که often when people first hear this part of the secret مردمی که وقتی اینو اولین بار میشنن فکر میکنن که مردمی که مردن اینو به خودشون جذب کردن پس دو تا کلمه مردم داریم اما by the law of attraction they had to be on the same frequency as the event کدوم پیپل هست در واقع پیپل دومی اون مردمی که بلاهای بد سرشون اومده By the law of attraction, they had to be on the same frequency as the event. if clause. If people believe they can be in the wrong place at the wrong time and they have no control over outside circumstances, those thoughts of fear, separation, and powerlessness, if persistence, can attract them to being in the wrong place at the wrong time. خیلی کاما داریم ولی بذارین دقیقا براتون بگم هر کدوم از این کاماها چی هم خوب کامای اول به خاطر کلمه انده به خاطر ایف کلاز نیست به خاطر اینه که خواست کانسپت اولی که being in the wrong place at the wrong time رو از they have no control over outside circumstances جدا کنه خواست این دوتا کانسپت رو جدا کنه و درست کلمه اند را آورده ولی اگر کاما نمی اومد اشتباها ما فکر می کردیم که این دوتا یک چیزه حالا اونهایی که سطح انگلیسیشون بالاتر باشه خب کاملا متوجه میشن که این دوتا یک کانسپت نیستن اما اون کسی که داره تازه شروع میکنه به یادگیری و کلمه اند یا اور براش یه جورای هینت هستن که کلمه های جدید رو یاد بگیره اگر کامایی وجود نداشته باشه فکر میکنه که این دوتا کانسپت یکی پس در واقع گذاشتن کاما اینجا خیلی عقلانیه که ما بیایم این دوتا رو جدا کنیم و مفهوم رو بیشتر برسونیم بریم سراغ کامای بعدی که دقیقا به خاطر اف کلاس هست حالا من برای اینکه راحت تر بتونیم بخونیمش کانسپت دوم رو برمیدارم If people believe they can be in the wrong place at the wrong time, those thoughts of fear, خب اگر مردم باور کنن به این باور داشته باشن که در, مک... در زمان اشتباه جای اشتباه هستن اگر بلا 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 هستن حالا چی میشه؟ those, those thoughts of fear خب حالا این کاما چیه قبل از سپریشن؟ داره یه چیزهایی رو لیست میکنه ما وقتی که داریم یک نکاتی رو لیست میکنیم توی جملهمون کاما میاریم و مثلا اگر دو تا چیز هستن که خب اون کلمه رو میذاریم اند و کلمه بعدی اگر دو تا یا بیشتر هستن قبل از هر کدومشون کاما رو میذاریم و قبل از نکته آخری کاما اند تموم حالا ببینیم اینجا چطوریه those thoughts of fear, separation, and powerfulness. So, three points. الان اینجا باید کاما تموم می شد. اما یه کامای دیگه هست if persistent. این if persistent چی هست؟ در واقع یک جمله توضیحی بیشتره. ما میتونیم بکشیمش بیرون. خاصه صرفا به ما بگه اگر همیشگی باشه ها. نه اینکه صرفا این یه لحظه بهش فکر میکنی اگر پرسیستنت هست اگر همیشگیه کامای بعدیش هم به خاطر اینه که اون جمله اضافی بود can attract them to be in the wrong place at the wrong time حالا من یک بار دیگه این جمله رو میخونم بدون کانسپت دوم و بدون if persistent if people believe they can be in the wrong place at the wrong time those thoughts of fear can attract them to being in the wrong place at the wrong time. اینطوری میام برای خودم سبکترش میکنم جمله رو تا درک اون کامه ها در واقع بیشتر بشه و تک تک اون کلمه های با کاما رو اضافه میکنم تا بتونم بیشتر متوجه بشم این کامه ها برای چی نیاز بودن دقیقا این کار رو هم میشه وقتی که خودمون داریم مینویسیم انجام بدیم یعنی واقعا خب بعضی وقتا گیج کننده از کجا کاما بذارم کجا نذارم اول بریم سراغ قانون های بیسیک 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 یعنی اینکه اگر یه ایف کلاس دارم بعد از اینکه کلاس تموم شد و رفتم سر بعدی حتما باید یه کاما بذارم خب هیچ جای دیگه کاما نمیذارم فقط به این حواسم جمعه حالا میبینم که دارم دو تا کانسپت میارم یا سه تا کانسپت میارم پس حواسم باشه که قبل و بعد از اینا هم کاما بذارم و قبل از کانسپت آخرین اگر بیشتر از دو تا یک کامای دیگه بذارم و اند و اگر میخوام یک کلمه یک جمله یا یک کلاس um, که توضیحه یعنی مال اصلی جمله نیست میخوام بذارم تو حواسم باشه یک کاما قبلش یک کاما بعدش بذارم doesn't matter what happened before that I have to put those commas and put that clause or sentence, whatever it is, inside and between those commas, okay? و جمله آخر که امیدوارم همیشه هممو یادمون باشه Nothing can come into your experience unless you summon it through persistent thoughts شما هیچ چیزی رو تجربه نخواهید کرد مگر اینکه به صورت مداوم داریم بهش فکر میکنید Nothing Th sound. Nothing can come, can come into, into into, into. Because that I, the into your experience, experience unless you summon, you summon it through, through persistent. persistent thoughts thoughts خیلی ممنونم که این قسمت هم با من همراه بودین یادتون نره که لایک کنین کامنت بذارین شیر کنین و هر سوالی دارین حتما این زیر برام بذارین تا قسمت بعد